فصل چهاردهم. در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل یکی از بزرگان فرقه فریسی رفت. آنان با دقت مراقب او بودند. آنجا در برابر او مردی دیده میشد که مبتلا به استسقا بود. عیسی از معلمان شریعت و فریسیان پرسید: آیا شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟ آنها چیزی نگفتند. پس عیسی آن مرد را شفا داد و مرخص فرمود. بعد رو به آنان کرد و فرمود: اگر پسر یا گاو یکی از شما در چاه بیفتد، آیا به خاطر اینکه روز سبت است در بیرون آوردنش دچار تردید خواهید شد؟ و آنها برای این سوال جوابی نیافتند. وقتی عیسی دید که مهمانان چطور صدر مجلس را برای خود اختیار می‌کردند، برای ایشان مثلی آورده گفت: وقتی کسی شما را به یک مجلس عروسی دعوت می‌کند، در صدر مجلس ننشینید، زیرا امکان دارد که شخصی مهمتر از شما دعوت شده باشد و میزبان بیاید و به شما بگوید جای خود را به این آقا بده. در آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی. خیر، وقتی دعوتی از تو می شود، برو و در پایین مجلس بنشین، تا وقتی میزبان تو آمد بگوید دوست من بفرما بالاتر. پس تمام مهمانان احترامی که به تو می شود خواهند دید. چون هر که بزرگی کند خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. بعد به میزبان خود گفت: وقتی ضیافت شام یا نهاری ترتیب می دهی، دوستان، برادران و سایر خیشان یا همسایگان ثروتمند خود را دعوت نکن، مبادا آنان هم متقابلا از تو دعوت کنند و به این ترتیب عوض خود را بگیری. بلکه وقتی ضیافتی می دهی، بینوایان و مفلوجان و شلها و کورها را دعوت کن و خوشبخت خواهی بود، چون آنان هیچ گونه وسیله عوض دادن ندارند و تو در آن روزی که نیکان زنده می شوند عوض خواهی گرفت. یکی از حاضران بعد از شنیدن این سخنان به او عرض کرد: خوشا به حال آن کسی که در پادشاهی خدا سر سفره بنشیند. اما عیسی پاسخ داد: مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد و عده زیادی را دعوت کرد. در وقت شام غلام خود را با پیغام پیش مهمانان فرستاد که حالا بیایید، همه چیز حاضر است. اما همه شروع به عذر آوردن کردند. اولی گفت: من قطع زمینی خریدم و باید بروم آن را ببینم، لطفاً عذر مرا بپذیر. دومی گفت: من 5 جفت گاو خریدم و حالا میروم آنها را امتحان کنم، لطفاً مرا معذور بدار. نفر بعدی گفت: من تازه زن گرفتم و به این سبب نمیتوانم بیایم. وقتی آن غلام برگشت و موضوع را به اطلاع ارباب خود رسانید، ارباب عصبانی شد و به او گفت: زود به کوچه ها و پس کوچه های شهر برو و بینوایان و مفلوجان و کورها و شلها را پیش من بیاور. بعدن غلام گفت: ارباب، امر تو اطاعت شد و هنوز هم جا هست. ارباب جواب داد: به شاهراها و کوچه باغها برو و با اصرار همه را دعوت کن که بیایند تا خانه من پر شود. بدانید که هیچ یک از آن کسانی که دعوت کرده بودم مزه این شام را نخواهد چشید. در بین راه جمعیت بزرگ همراه عیسی بود. او به آنان رو کرد و فرمود: اگر کسی پیش من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید، نمیتواند شاگرد من باشد. کسی که صلیب خود را بر ندارد و با من نیاید، نمیتواند شاگرد من باشد. اگر کسی از شما به فکر ساختن یک برج باشد، آیا اول نمی نشیند و مخارج آن را برآورد نمی کند تا ببیند آیا استطاعت تمام کردن آن را دارد یا نه؟ در غیر این صورت اگر پای آن را بگذارد و بعد نتواند آن را تمام کند، همه کسانی که آن را ببینند به او خواهند خندید و خواهند گفت:
این مرد ساختمانی را شروع کرد ولی نتوانست آن را تمام کند. یا کدام پادشاهی است که به جنگ پادشاه دیگری برود بدون آنکه اول بنشیند و مطالعه کند که آیا با 10,000 سپاهی میتواند با یک لشکر 20,000 نفری مقابله کند؟ و اگر نتواند او خیلی زودتر از اینکه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح میکند. همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود را از دست بدهید، نمیتوانید شاگرد من باشید. نمک چیز خوبی است، اما اگر خود نمک بیمزه شود، به چه وسیله‌ای مزه اصلی خود را باز یابد؟ دیگر نه برای زمین مصرفی دارد و نه میتوان به صورت کود از آن استفاده کرد. آن را فقط باید دور ریخت. اگر گوش شنوا دارید، بشنوید.